بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز و گرامی. هموطن های عزیزم، سرک نقاش است و این سمت هم سمت سرک عمومی دشت برچی که مسیر سرک نقاش آمده از این سمت به سمت دشت برچی به سمت کمپانی، این سمت سمت کمپانی است. میریم امت پیشترک ها که دفعه پیش که آمدیم کاری پول تکمیل شده بود، آماده شده بود برای کار قریزی، ولی الحمدلله اینا پیشرکا ما میبینیم که کار قریزی از این سرک بخیر شروع شده و در حال قریزی هستن. میریم پیشرکا که تا کدام قسمت ها قریزی شده و چقدر کارا پیش رفته، کارای پول هم کار قریزی شروع شده نشده، سرک رو در حال قریزی شدن هسته و میریم امو سمت که بخیر کاراش به کجا رسیده و به کجا نرسیده، قریزی ها چقدر پیشرفت کرده و چقدر پیشرفت نکرده. میریم سمت سرک بخیر و پول کارش به کجا رسیده، یعنی سرکی که تا این قسمت ها کار قریزیش شده بود دفعه سابق، از این پیشترک ها کار پولش جریان داشت که پول در حال جور کردن بود، قریزی نشده بود، مانده بود و حالی این قسمت ها این شما میبینیم که تا این قسمت، تا قسمتی که خاکا هست، تا این قسمت قریزی شده بود، از این به اون طرف نشده بود دیگه. فعلا الحمدلله این کار آماده شده برای قریزی این طرف سمت دشت برچی، هنوز کار قریزی شروع نشده، سمت کمپانی اون طرف پول کار قریزی شروع شده. میریم ما هم به سمت پول و طرف پول سمت کمپانی که بخیر کارا به کجا رسیده و به کجا نرسیده. پایدن چند تا تصاویر با ما همراه باشید. آی صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشین، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. کجا روان بودین که ما هم سر راه شما مزایم وقت شما داشته باشیم؟ سلام به بینندگان محترم و حاضرین. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو به شهر قدیمی که آمدیم از خانه از خاطر که سرک قید منداختن. بله. و ما شخصا خودم در آبادی وطن و خصوصا در می سرکا پل و پلچک زیاد خوشحال میشه. بله دقیقا. و می شوق زوق امیر دارم که ما باید بیایم همی تو از نزدیک یک دور ببینیم. ببینیم ما. بسیار خوب. او خداوند دولت ما را توفیق بده. الهی آمین. پایدار بسازش که تا بتانه دیگه هم خدمت کنه، دیگه جای را، دیگه منطقه را هم آبادی در کابل، ولایات، ولسوالی های ما، تمام ولایت های ما جور شد و بخیر آبادی شد. دقیقا. یعنی در طول چندین سال زیاد آبادی نشد و سرکسازی ها زیاد نشد. ما در این منطقه غرب کابل مخصوصا دشت برچی مشاهده بودیم که یک سرک عمومی داشت دیگه، اینا الحمدلله این سرک نقاش جور شد و سرک 20 متره جور شد و سرک دیگه قرار است جور شود. اینا چه خیلی سهولت خوبی هست. مثلا ما سابقا شما از این منطقه هستین؟ بله نیازم. سابق مثلا اگر سمت کمپانی از دشت برچی می آمد سمت کمپانی مرفت، باید مرفت پلیس اوخته و از پلیس اوخته مرفت طرف چی طرف میامد طرف کمپانی کوچسنگی، بعد میرفت طرف کمپانی. اینا الحمدلله این راه نزدیک و بسیار زود میرسد کمپانی. و شما سابقای از این منطقه هستین و از ریسفیده از این منطقه هم هستین، برای ما سابقای از این منطقه و از این جا برای ما بگوین که سابقا اینا چی رقم بود چی نبود؟ سابق این منطقه راه موتر نداشت، بسیار بل. مشکلات داشتن و از سرک به این طرف تقریبا یک 50 تا 100 متر آبادی بود دیگه، کل زمین بود، زمین کشاورزی بود. بله ها، تخمینا یک 7 ماه پیشتر یک مریض داشتیم. بله. که اگر ما به داخل کوت سنگی تو به کارت پروان و کارت مامورین کارت پروان و سرای شمالی به چاره کار می رفتیم. بله. هم وقت زیاد می گرفت و مریض هم شاید از بین میرفت. دقیقا. ما از این سرک حالا که به سر کوتل به بغل لوای راکت به طرف چمتلا به ایچی برامده یک قسمت
دهدین مزار شریف وصل شده. بله بله بله. تقریبا از چهار خمبر بر سر کوتل خیرخانه وصل شد. بله نه از اینجا کوتلی که بعد بغل وای راکت پایین خرقه خو از چهار خمبر تیر شده. صحیح صحیح صحیح. این کوتلی که به دشت چمتلا وصل شده. درست. یک سرک فرعی بود که آله بود دو سرکه شده بسیار خوب شال سر کوتل هم کار میکنن. بله مردم هم زیاد راضی هستن. خود ما هم که آمدیم هیچ نفهمیدیم. چند بار ما از طرف شمال آمدیم. بلی. از پل خمدی تا به سر کوتل یک را بود، از سر کوتل تا به سرای شمالی و کارت پروان دیگر را بود که بسیار اوصلگیر بودند. بله واقعا مثلا سر کوتل خیلی بیروبار از دهان سر کوتل بخیر نامی بود دیگر. ولی آل فعلا نایه 6 نایه 13 18 نایه 5 این مردم هایی که حتی پغمان میدان بخواید که به طرف شمال برود یا بعد این مزار شریف را از این می سرک به بسیار وقت کم و از بسیار برای سهولت در اونجا با آسانی میرسه. بله دقیقا. یعنی من بسیار از این خوشبین است و از دولت هم تشکر میکنم که بسیار یک خوب فکر کرده سرازی. بله بله واقعا زیاد فکر کرده سرازی که اول این سرک وصل کرده بعد این مزار شریف مشکلات مردم حل شده. بله و انشاءالله خداوند توفیق هدایت بده بر کل ما که همگی دست به کار شود خدمت بکنه به آینده از این وطن. الهی آمین. انشاءالله که 47 سال یا 48 سال خصوصا 46 سال که تجاوز روسا بوده این مملکت همونتا به عقب ماند در بدل دی که ما یه خشت میماندیم ساله که 48 خشت میشد ما 48 خشت خامی سابقه خدا رو کندیم این وطن ویران شده بود. بله واقعا مرقمنی وطن ما و شما در طول چندین سال جنگ‌های داخلی و جنگ‌های که بروز داشتن واقعا وطن ویران شد. نیاز داره به آبادی، نیاز داره به همدلی، نیاز داره به همپذیری همدیگر ما و شما. بله که بخیر انشالله وطن ما و شما آباد شد. مسافرینی که خارج از وطن هستن اونا بخیر برگردن و این وطن ما و شما دیگه پس از دیگه جنگ بله و خشونت و خونریزی پس از وطن ما یک خودکفا شوه به خاطر که ما غنی هستیم وطن. بله. نفت دارد، معدنیات هست، هر چی طلا، آهن، هر چی داره، آب داریم. بله دقیقاً. اما این به کمک های خارجی نمیشه که یک نفر برای جلو دگر داره یک خارجی پرتیم بیاریم اینجا وقتی که آباتی شود اینجا بیرانی برام بیرانی میشه. دقیقاً. چی در دوره روسا بود چی در دوره امریکایا. دقیقاً. غیر اگر در یک ولسوالی یا در یک ولایت بیرانی نشده بس 34 ولایت دیگه ما که تقریبا 400 بالا ولسوالی است کلش تخریب و کلش بمبارد و شهید و زخمی داده. حالا به این چیز ما ضرورت نداریم فقط دخلی. ما با آبادی از این وطن. بله دخل یعنی تا وطن خود ما آباد نکنیم بیگانه ها آباد نمونه وطن ما شما رو باید خود ما دست بکر شدیم ما با کمک های خارجی هیچ به هیچ نوع ضرورت نداریم دخل. که ما رو خارجی ها کمک بکنه ما خود ما خود کفا هستیم. بله. یک مملکت غنی هست هر رقم مدنیات داره این یک کشور هست که از هر نگاه غنی است. بله. کشورهای همسایه و دور و نزدیک و به ما نیاز داره که دوستی همراه ما بکنه و قطعی ما اینجا شرکت های خدا نبیارن اونا کار بکنن برای خود هم برای ما. بله دقیقا. اما ما به کشورهای خارج نیاز نداریم و ضرورت نداریم که انشاءالله که بخیر وطن ما شما دیگه آباد شوه دیگه از این بعد انشاءالله کارامی شوه در بین از این ملت اتفاق اتحاد پرده انشاءالله انشاءالله الهی امین. دعای همه ما شما همیه که اتفاق اتحاد داشته باشیم و دیگه وسوسه و دسیسه بیگانه ها را و گلش نخوریم دیگه بخیر بکشیم که وطن خود آباد کنیم. بله فعلا سلامت باشین. تشکر شما یک دنیا سپاس شما. سلامت باشید. سلام هموطنان عزیزم رسیدیم بخیر به قسمت پول که این پول قرار است در یک قسمت ساخته شده تکمیل شده ساختش آماده شده برای کار قریزی که بخیر کار قریزی هم طرف پول
شده یک مقدار و دیگه کارایش این سر از این پول هنوز قریزی نشده. و این پول هم که بر شما عزیزان توضیح بتوم که یک پولی هست که 20 متر 20 در 20 هست، 20 متر طولش هست، 20 متر هم عرض از این پول هست که بخیر کارای ساختش تکمیل شده، آماده شده برای کار قریزی. این لبه های از این پول هم که شما میبینید، این قسمت ها هم کتاره گرفته میشه، وی طرف هم وی طرف چهار طرف از این کتاره گرفته میشه و کار از این هم رسیده داستان قریزی. و سرکش هم دیگه خیلی وقت پیش شده بود که آماده شده بود. دیگه یک سرکی هست که بیش از 2700 متر طول از این سرک هست و 30 متر هم عرض از این سرک هست که این سرک ناحیه 13 را به ناحیه 5 وصل مانه. انشالله که با جور شدن از این سرک مشکلات و ازدحام خیلی از هموطنان ما حل خواهد شد. میریم همین سمت سرک و این هم سر از این پول که بخیر کارش تکمیل شده و آماده شده برای کار قریزی. میریم طرف سرک. این سرک هم این طرف شما میبینید که کار قریزی تکمیل نشده، هنوز یک لایه دیگه مانده. یک لایه اول قیر قسمت ها هموار شده و یک مقدار دیگه کارایش مانده که از طرف سرک کتی از طرف پول کمپانی کار قریزش شده تا قسمت پول، یعنی تا قسمت کار قریزی رسیده. از این دو طرفش یک مقدار خیلی کمی بود که او کارش مانده هنوز. مقدار این قسمت هم وسط هم یک گلخانه هست، این طرف هم پیاده رو و آبرو کنار سرکش هم تکمیل شده. این قسمت ها این قریزی هم شده. یک لایه قیر دیگه فکر کنم باز یک لایه خیلی کوچک دیگه هم مانده که در سر از این قیر چیشه حوار شده، یعنی لایه اولش شده. و سرکی که بخیر کارش دیگه به اتمام رسیده. دیگه تشکر از شما هم که تا این لحظه برنامه بیننده ما بودین. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی شما را به لای پاک لای آزاد می سپارم. خدایا رو مددگار شما.